سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. فرازهایی رو از نامه آقا سید الشهدا سلام الله علیه در جواب معاویه در جلسات گذشته خدمت شما بینندگان محترم خواندیم. امام در این نامه تون و دندان شکن به معاویه متذکر شدن برخی جنایاتش رو که این دارای نکات بسیار بسیار مهم و دقیقی است که برای هر مسلمانی خوب و لازم است که در آن تأمل کنه و این نکات امام علیه السلام رو ببینه و دقت کنه در مطالب آن، چرا که مطالب بسیاری در آن نهفته است. امام علیه السلام در نامشون به معاویه نکته رو گوشزد کردن که در جلسات گذشته گفتیم که معاویه برای اهدافش، رسیدن به اهدافش، هیچ ابایی از هر جنایتی نداشت. امام اونجا گوشزد کردن که زیاد ابن سمیه که پدرش معلوم نبود و همه می دانستن که فرزند زناس، او را برادر خودت خواندی برای اینکه در اهدافش اومد از او استفاده کنی، با وجودی که حدیث بود از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که برای زناکار سنگه، یعنی برای او اصلا حرمتی نیست، فرزند زنا حرمتی نیست برای. و تو از روی کینه و عمد، خطاب معاویه دارن امام، چنین میفرماین و تو از روی کینه و عمد و برخلاف دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را به پدر خود نسبت دادی تا با این لطفی که در حق او نمودی به عنوان فرمان روای تو دست و پای مسلمانان را بدون چون و چرا بریده و چشم آنها را کور کرده و از درختهای خرما آویزانشان نماید. گویا تو از این امت نیستی و آنها نیز از تو نیستند. یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خط عشق، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمشق. یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک، یا حسین یا حسین یا حسین روحی. امام علیه السلام به معاویه این نکته رو گوشزد میکنن که برای رسیدن به اهداف زیاد ابن ابیه رو که پدرش معلوم نبود برادر خودت خوندی. چرا؟ چون انسان بسیار خونخوار و پلیدی بود و دست و پای مسلمانان را بدون چون و چرا میبرید که در زمان رسول خدا ما یک نمونه هم نداریم از این کارها، ولو نسبت به کفار. چشم اونها را کور میکرد زیاد ابن ابی و از درختهای خرما اونها را آویزون میکرد. چه کسانی رو؟ مسلمانانی رو که امر معروف میکردن، نهی از منکر میکردن و تنها جرمشون این بود که پیرو
امیر المؤمنین سلام الله علیه بودن، پیرو اسلامی بودن که امیر المؤمنین سلام الله علیه اون رو تفسیر میکرد، اون رو بیان میکرد. این جرم اونها بود، چرا که اسلام امیر المؤمنین به هیچ احدی اجازه تعدی از حدود اسلام نمیداد، به هیچ احدی اجازه کوچکترین ظلمی نمیداد. امام در قله رفیع عدل بودن که بالاتر از اون متصور نیست و این برای خیلی ها سخته و خیلی ها نمیتونن اون رو قبول کنن. مانند معاویه‌ای که میخواد راحت باشه، خوشگذران باشه، بر مسند مسلمین تکیه کنه، پادشاهی کنه، بیت المال رو حیف و مل کنه، ابدا نمیتونه تحمل کنه منش امیر المؤمنین سلام الله علیه رو و اصحاب او رو، ابدا نمیتونه با اونها بر سر یک سفره بنشینه و اونها رو تحمل کنه و اونها هم زیر بار ظلمهای معاویه، زیر بار ستمهای معاویه نمیرن، زیر فرمان او ابدا نمیرن، چون که راه کفر است. گویا تو از این امت نیستی و آنها نیز از تو نیستن، مگر تو نبودی. باز امام علیه السلام جنایت دیگه ای رو گوشزد میکنن به معاویه که مرتکب شدی. مگر تو نبودی که دستور دادی حضرمی را که به نوشته زیاد از پیروان راستین علی علیه السلام بود بکشن و به این هم اکتفا نکردی و فرمان دادی تا هر کس که پیرو علی علیه السلام بود به این جرم بکشن و اعضای بدن آنها را از هم جدا کنن؟ مگر دین علی علیه السلام جز دین پسر عمش رسول خداست که تو در جایش نشسته ای؟ آیا دین علی جز دین رسول خداست؟ نکات بسیار مهمی رو امام علیه السلام گوشزد می کنن که اینها تمام درس و عبرت است برای هر مسلمانی و مطالب بیشتر رو و توضیحات بیشتر رو باز در جلسات بعدی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.